I think that the visit is important. I'm not. دیدار رهبران افغان از واشنگتن مهم بود، اما اینکه نتایج محکمی در بر داشته باشد مطمئن نیستم. با آن هم در ملاقات هایی که صورت گرفت، امیدوارم پیام این دیدار به مردم افغانستان، حکومت و طالبان این باشد که مطمئن باشند ایالات متحده در افغانستان دخیل باقی خواهد ماند و رئیس جمهور بایدن رهبری افغانستان را جدی میگیرد و رئیس جمهور افغانستان می تواند در قصر صفه دیدار کند که بسیاری رهبران دیگر جهان این دسترسی را ندارند. بنابراین طالبان هر آنچه انجام می دهند باید بسیار محتاط باشند، به خاطر که ایالات متحده هنوز در آن کشور دخیل است و رئیس جمهور بایدن نیز به افغانستان توجه دارد. این پیام های مهم سفر می باشد. در حالی که طالبان عملات خود در ساعات مختلف افغانستان شدت بخشیدن و برخی ساعات تصرف کردن، با در نظر داشت ادامه خشونت ها به نظر شما طالبان از فرصت خروج کامل نیروهای آمریکایی استفاده کرده می خواهند که با کلی مذاکرات صلح ترک بگویند؟ باید کمی روشن‌تر صحبت کنم. اینکه مذاکراتی که در زمان ترامپ شروع شد در اصل هیچ وقت مذاکرات صلح نبوده است. رئیس جمهور پیشین ترامپ مذاکرات را در دوحه بین طالبان و مقامات آمریکایی بدون حضور حکومت افغانستان آغاز کرد و به خواست درازمدت طالبان که با آمریکا مذاکره می‌کند نه به حکومت افغانستان لبیک گفت. به همین خاطر بحث‌ها در مورد صلح بود، اما با معرفی مقامات افغان در مذاکرات هنوز هم روند اصلی مذاکرات تغییر نکرده است. همچون مذاکرات برای مردم افغانستان سودی ندارد و واضح است که طالبان برای ادامه مذاکرات تمایلی ندارند و از شرکت در کنفرانس ترکیه خودداری کردند. آنها بیشتر علاقمند به دست آوردن ساحات هستند، نه علاقمند به برقراری صلح. نگرانی شما از وضعیت افغانستان چیست؟ به نظر شما طالبان توانایی زیر دارند که باعث سقوط حکومت افغانستان شوند و یک بار دیگر قدرت مانند سالهای 90 میلادی به دست بیارند؟ بسیار دشوار است که چیزی گفت و نهایت نگران کننده است. ممکن قدرت طلبی کشور را به یک مرحله تازه جنگ داخلی روبرو سازد و اگر این کار شود خشونت ها، بی ثباتی و ناآرامی ها غیر قابل جلوگیری خواهد بود. ما هم اکنون شاهد هستیم که طالبان تلاش دارند تا ساحاتی را که قبلا به دست نداشتند تصرف کردند و شاید تلاش کنند که حکومت را سقوط دهند. به این معنی که مشکل است بدانیم. من شاهد تمجید از شجاعت و فداکاری و مقاومت نیروهای دفاعی افغان در برابر طالبان بودم، اما برای قوای افغان دشوارتر خواهد بود. ما نه تنها قوای خود را بلکه قراردادهای آمریکایی را از افغانستان خارج می‌کنیم. آنها به طور مثال طیاره‌ها و بال‌های هلیکوپترهای قوای هوایی افغان را ترمیم می‌کنند. وقتی همه قراردادها بروند، حکومت افغانستان توانایی ترمیم ساختار طیاره‌ها را ندارد که برای حمایت از قوای زمینی بسیار مهم است. بخشی از آنچه شما می‌بینید قسمی که به نظر می‌رسد پیروزی طالبان در برابر قوای افغان باشد، اما این مسئله کاملاً این طور نیست. طالبان با حمایت هوایی به برخی از موقعیت‌های دفاعی خط مقدم جنگ روبرو هستند که تخلیه شود و از نظر تاکتیکی به آن نیاز است. به این معنی نیست که طالبان یک اردوی قوی در جهان هستند که در کل نیستند. پیشروی طالبان مربوط به شکستن خط مقدم جنگ است که از حمایت هوایی برخوردار است. نقش پاکستان با در نظر داشت نگرانی های امنیتی در افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟ ارگاه وضعیت بدتر شود، به نظر شما تا چی حد پاکستان میتونه یک نقش صادقانه در افغانستان بازی کند؟ پاکستان البته از مدت هاست از طالبان حمایت می کند. آنها از حرکت طالبان به کابل در سالهای 90 میلادی حمایت کردند و پس از 11 سپتامبر نیز از طالبان حمایت کردند و برای رهبران طالبان پناهگاه های امن فراهم ساختند و برای همه شورای کویته شناخته شده است. اما اکنون پاکستان مشکلی که دارد این است که با برگشت خشونت های گسترده در افغانستان، موج پناهجویان مانند قبل به طرف پاکستان سرازیر خواهد شد. پاکستان و ایران هر دو کشور تحت تاثیر بحران پناهجویان افغان قرار دارد. به همین خاطر پاکستان بیشتر تمایل دارد تا با استفاده از نفوذ خود بر طالبان مطمئن شود که آنها یک جنگ بزرگ داخلی دیگر را در کشور شروع نکند که باعث متواره شدن هزاران هزار افغان به مناطق شمال غربی پاکستان گردد. به همین خاطر امیدوارم که پاکستان مسئولانه در قبال وضعیت افغانستان عمل کند و قدم‌هایی را بردارد که طالبان نتوانند موج تازه پناهجویان را ایجاد کنند و پاکستان توانایی رسیدگی به پناهجویان را ندارد.